یک اردوگاه تمریناتی برگزار شده در دبی امارات برای بازیکنان فوتبال افغانستان و امروز در استودیو آقای فیروز مشعوف مهمان ما هستند و میخواییم که در مورد این اردوگاه تمریناتی که برای بازیکنان فوتبال برگزار شده در دبی همراهشان صحبت کنیم. صبحتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. سلام به شما، صبح شما بخیر، صبح همه هموطنان عزیزم بخیر، انشالله که روز خوبی را آغاز کنه. تشکر آقای فیروز. خب میشه درباره این تمرینات بیشتر برای ما بگوین که چی وقت آغاز شد و تا چی وقت ادامه خواهد داشت؟ ما تقریبا نزدیک به یک سال بود که تیم ملی ما هیچ برنامه نداشت. متاسفانه شرایط کرونایی برای ما اجازه نداد که ما بتونیم بازی دوستانه و ترنینگ کم بگیریم و بازی رسمی مقدماتی جام جهانی هم به خاطر شیوع کرونا در بسیار از کشورهای آسیا لغو شد. حریف بعدی ما بنگلادش است و با توجه به اینکه بنگلادش در شیوع ویروس کرونا خیلی مشکلات زیادی داشت و کشورهای دیگه هم همچنین ما مجبور شدیم که بازی خودمون متوقف کنیم. البته AFC این تصمیم میگیره. ما تقریبا یک سال بود که بازیکنان ما جمع نشده بود و خب میفهمین که عدم تمرین هم باعث میشه که تاکتیک تیم به هم بریزه. تصمیم گرفتیم تقریبا از 2 ماه پیش که در دسامبر با توجه به اینکه آخر سال هم هست یک اردوگاه تمرینی در امارات داشته باشیم که قرار بود از تاریخ 21 تا 30 دسامبر این کمپ برگزار بشه، ولی متاسفانه مشکلات عدم صدور ویزه برای بازیکنان ما، میفهمین که ویزه امارات فعلا بند است برای تمام پاسپورت‌های افغانستان، ولی باز هم ما به خاطر همون هویت فدراسیون فوتبال و تیم ملی تونستیم کمی دیرتر، ولی خب گرفتیم بالاخره. ولی هرچند 3 روز بازیکنان داخلی ما دیرتر رفتن به امارات. بله، خب کیا تونستن در این تمرینات حضور داشته باشن؟ تمرینات رسمی ما که از بازیکنان داخل و خارج همگی حضور پیدا کردن از 2 روز پیش شروع شده و در این اردو 10 بازیکن از تیم داخل فوتبالن که در لیگ برتر در فصل نهم درخشیده بودن و سرمربی اونا رو دعوت کرده بود که بازیهایشان رو چک بکنه و خوشبختانه فعلا هم تیم ملی در شرایط خیلی خوبی در امارات تمرین میکنه. در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر تمرینات ما پیگیری میشه و سرمربی تیم امیدواره که حداقل بتونه از این اردو بازیکنای جدیدتر رو برای تیم ملی از فوتبال داخلی افغانستان جذب بکنه. بله، خب حضور نداشتن چهره های خوب نظر به بعض از مشکلاتی که بود در رقابت ها چه تاثیر میتونه بگذاره آقای؟ مشکلات کرونایی است. ما الان مثلا در همین اردو 3-4 بازیکن ما نتونستن بیان. دیوید و آدم نجم بازیکنای خوب ما هستن در امریکا هستن. اونا شما میفهمین امریکا وضعیت کروناش خیلی به هم ریخته است. اگر اونا سفر میکردن اولا خود در خود دبی باید قرنطینه میشدن. برای ما سخت بود. بعد از برگشتشان به آمریکا هم باز دوباره 14 روز قرنطینه میشدن. بعضی بازیکنان دیگه ما که شما اشاره که مثلا عمران حیدری او درگیر مسابقات لیگ لهستان شد، لیگ لهستان مثلا نتونست کلبش اجازه نداد. مشکلاتی هم هست دیگه، ولی در کل افغانستان هم رقم که خب مشکلاتی هست، هرچند بازیکنان ما از بیرون میان، ولی در تشکیل تیم ملی ما رنج زیادی میبریم تا تیم رو بتونیم یک جا دور هم تشکیل کنیم. ولی که خب تیم منسجم بتونه نگه داره. خیلی کار سختیه. ما اگر کرونا نمی بود ما مثلا در مقابل قهرمان آسیا 1-0 بازی رو باختیم و اونا برای ما پنالتی زدن. قطری که با طیاره اختصاصی آمد، مثلا با یک تیم اختصاصی آمد به تاجیکستان، ما از اون میزبانی کردیم. ولی او به زور ما رو برد 1-0، او هم به پنالتی. خب اگر همو استمرار پیدا میکرد و بازی های ما کماکان برگزار میشد، من فکر میکنم تیم ما در شرایط خوبی بود، ولی کرونا آمد، وقفه زیادی خورد تیم، کم نداشتیم، بازی نداشتیم و کمک الهاز فنی تاثیر خب بد گذاشت. برای ماه های آینده، هفته های آینده چه زمانی قرار است رقابت ها برگزار شود؟ میشه کمی در این مورد هم؟ بله چرا نه. در ماه مارچ ببینید خود فیفا و AFC هم در برنامه خود همیشه از کلمه اف اگر و اینا هم استفاده میکنه اگر کرونا اجازه بده. فعلا در ماه مارچ در ماه حمل این اتفاق خواهد افتاد. یعنی ما در هفته حمل مقابل بنگلادش بازی داریم، 5 روز بعد 12 حمل هم مقابل عمان بازی داریم اگر کرونا اجازه بده. برای ما اگر دوباره با شیوعش بیشتر بشه و باز AFC تصمیم بگیره که بازی ها لغو بشه، خب دست ما نیست، ولی قطعا بازی ها بدون تماشاگر هست. با توجه به اینکه در بسیار کشورها میبینین که مسابقات بدون تماشاگر برگزار میشه، اگر انشالله بتونیم، البته ما یک بازی دیگه هم در ماه جایزه مقابل هند داریم. این 3 بازی حداقل 4 امتیاز برای تیم ملی کار است. اگر ما این 4 امتیاز بگیریم راحت میریم به دور بعدی و در آستانه صعود به جام ملت ها قرار میگیریم و تیم ملی فعلا تیم خوبی است. بازیکن خوبی داریم، مربی ما تیم جمع کرده
و میگم بازم اگه کرونا نمی بود ما بازی خود تمام شده بود دیگه، کرونا نمی بود ما همه هر سه بازی خود در 2020 میکردیم و حالا تکلیف ما مشخص میشه. خب از بازیکنان خوب شما یادآوری کردین، آیا بازیکنان تازه نفس هم در این تمرینات حضور داشتن یا خیر؟ ده بازیکن ما از داخل فوتبال افغانستان هستن و یک بازیکن ما به نام امیر محمد است که برادر شریف محمده. امیر محمد سالها سرمربی مدت هاست به دنبالش است، او در لیگ روسیه بازی میکنه و تازه دعوت شده و میتونه خیلی کمک بکنه. ما امیدواریم که از فوتبال داخلی افغانستان کمک بتونیم بازیکن بگیریم و این لیگ برتر ما که هر سال برگزار میشه یک کمک بکنه برای اینکه بازیکنای ما بیان به تیم ملی بدرخشن. 10 تا بازیکن دعوت شدن که بی سابقه بوده در طول این سالا. معمولا از داخل فوتبال افغانستان 2-3 نفر همیشه دعوت میشدن، اما 10 نفر دعوت شدنش خب یعنی توجه سرمربی به فوتبال داخلی افغانستان. هرچند ما هنوز متاسفانه به شدت متکی هستیم به فوتبالیست‌های خارجی که در افغان خارجی که در لیگ خارج بازی میکنن، اما خوب است که فوتبال داخلی ما روش بکنه و بازیکنان داخلی ما بتونن در تیم ملی حضور داشته باشن. بله، و فعلا وضعیت بازیکنان فوتبال ما چگونه هست؟ خب با شرایط و مشکلاتی که شما گفتین و گذراندن و فعلا سپری کردن کمپ تمریناتی، فقط یک بازیکن ما سرماخوردگی خفیف داره، فردین حکیمی کپتان شاهین آسمایی که متاسفانه هنوز نتونسته تمرین کنه و در هتل حضور داره. بقیه بازیکن هستن، یک سه چهار بازیکن هم نتونستن کلن بیان به کمپ امارات. در کل خدمتتون باید بگم که فدراسیون فوتبال از 2021 تمام برنامه‌اش، یعنی برنامه اصلیش رفتن تیم ملی به جام ملت‌های آسیا است، چیزی که همیشه برای ما عقده شده، ارمان شده، آرزو شده. انشالله میریم در 2021 با این تیم ملی، با این تدبیری که فدراسیون داره حتما این کار انجام می‌ده. ما همیاله بهترین هتل در متن شهر دبی، در قلب شهر دبی برای تیم ملی رزرو شده که در فستیوال سیتی کرون پلازا شما میتونید سرچ بکنید ببینید چه هتل شیکی برای تیم ملی که بازیکنان ما راحت باشن. در کمپ فنی فدراسیون فوتبال امارات، یعنی جایی که بازیکن تیم ملی امارات تمرین میکنه، بازیکن ما داره در امارات همیال تمرین میکنه. این بسترسازی فراهم کرده فدراسیون فوتبال. برنامه‌های داخلی هم مهم است. خب تنها کمپ‌های تمرینی یا خب ای که در بهترین هتل اونا فعلا سکونت داشته باشن، خب یک ملاک بوده نمیتونه. برنامه داخلی چی هست؟ ببینید برنامه داخلی هم رشد فوتبال داخلی کشور هست. ما در اول ماه 2021 در ماه اول جام قهرمانان داریم. رشد فوتبال داخلی برای ما خیلی مهم هست. امسال شما شاهد بودین فدراسیون فوتبال در فعالیت یک سال خود در 4 ماه انجام داد. خب درباره مسابقات هم که تیم ملی پیش رو داره میشه بر ما بگوین انشالله اگر وضعیت خوب باشه و مواجه با مشکلات نشیم. سه حریف داریم، یکیش بنگلادش است، یکیش عمان، یکیش هند. خب همیال در جدول اگر نگاه بکنین اول قطر هست، بعدش عمان هست، بعدش ما هستیم، یعنی ما از هند و بنگلادش فعلا در رنکینگ بالاتره. هند هنوز نتونسته و این مسابقات در خارج از کشور برگزار میشه. ما در طبق قانون یک بازی میزبان هستیم، یک بازی مهمان. اولین بازی ما مقابل بنگلادش که بعد به داکا سفر بکنیم، دومین بازی ما مقابل عمان هست که ما میزبانیم، که احتمالا در همون تاجیکستان یا کشور دوم اگر تاجیکستان بخواهد که میفهمید کشور خیلی قانونمندیه در قسمت کرونا، اگر که کرونا کمتر بشه در همون تاجیکستان یا قطعا با ایفتی صحبت خواهیم کرد، اگر تاجیکستان قبول نکرد یا کشور دیگر انتخاب خواهیم کرد. آخرین حریف ما هم هند است که بعد به کشور اونا سفر بکنیم. در واقع سه بازی، دو بازی خارج از خانه داریم که 4 امتیاز برای ما حیاتی است، یعنی باید یک برد یک مساوی حتما بگیریم از این سه بازی. تشکر از شما که امروز به برنامه آمدید. خب مریم جان. بله دوستان، با برنامه میتونین همراه باشین شما هم و خب آرزوی موفقیت میکنیم بر همه ورزشکاران ما، خصوصا تیم فوتبال ما که خب شرایط حساسی را در چند ماه گذشته گذراندن و همونطور که خب شما هم گفتین تمرینات فشرده و برنامه فشرده را گذراندن با ای که خب کرونا آمد. امیدوار هستیم که کرونا موضوعش ختم شود که بتونیم مسابقات پیشرو را با موفقیت بگذرانیم که خب همین چند کشوری که شما گفتین فعلا باید دعا کنیم که کرونا شرش از دنیا کم شه.